بار دیگر درود دوستان عزیز مخلصان و هواداران فوتبال تالاری یا خود فوتزال دیگر بار برمیگردیم به قسمتی دویمی رقابت دستوی سالو کمپانیا و سپر که در دویره دوری ششمی مسابقات لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان با هم دیدار انجام میدن و باید قید کرده شود که این بازی مرکزی دور و همچنین بازی مرکزی تمام مرحله اولی لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان است. دو دسته با هم عینول در میدان رقابت قرار دارن که پس از دور نمودن 5-2 یکم مغلوبیت ندارن هر دوی دسته. 15 امتیازی در حساب خیش دارند و البته غلبیت در دیدار امروز خیلی مهم و ضرور خواهد بود. علاقه در اوغوزی نیمه دوم چگونه فرصت خوب برای فوتزال بازانی سورو کمپانیا به عمل آمد اما از آن نتوانست استفاده بنماید. بازیگر این دسته محمد علی ناموزوف. پس از خاتمه یافتن نیمه اول حساب بازی 4-3 است دسته سپر موفق تر بود در نیمه اول دیدار و توانست 4 گل با سمار برساند. دسته سورو کمپانیا در آخر نیمه اول چند حالت خوب گلزنی رو از دست داد و حتی گل سیومی دسته سپر این هفته گل بود چون که دلشاد سلاموف از گل سیومی البته سورو کمپانیا و دلشاد سلاموف از دسته سپر هفته گل نمیم بعد روزای خود گل زد. باید با این حجوم متوجه شویم بعدا با حیات مکملی هر دسته بودم شما رو اوش نمی سوزم. پرتوف بکنور کرده می شود. اینجا سیوبوش خیلی بطوب قرار دارد که در نمی اول بازدن گل دست یفته بود سیوبوش. حالا که در دقیقه های اولی رقابت توانیست بازدن گل دست یفته بعد سب دیدور رو 1-0 کردم و بعدا فوتزال بزونی دسته سپر بوسه گل خود جواب گردوندن. بعدن بوزم توانستن فوتزال بزونی دسته سورو کمپانیا موفق تر بگردن اما سرانجام در اخیری نیمه اول حساب بازی 4-3 به نفع دسته سپر گردید و ماز با این حساب نیمه اول ختمه. خوب حیات پوره دسته سورو کمپانیا چنین است. مراد الله علیکولوف، فیروز بکمرودوف و خوشبخت ایسویف سه دروازه‌بانی این دسته هستند و باید در موردی تغییرات اساسی که در نیمه دوم وارد کرده دسته سورو کمپانیا حرف بزنیم. البته دوستان فوتزال خیلی خوب میدونن که در فوتزال تغییرات خیلی زیاد هستند. اون بازیگری که از میدان گرفته شد بازم میتواند برگشته به میدان ورود بگردد اما در مورد این تغییرات باید حرف بزنم چون که دروازه‌بانی بهترین کشور دروازه‌بان تیم منتخبی ما فیروز بکمرودوف برای دسته سورو کمپانیا در نیمه دوم به میدان آمد. در نیمه اول مراد الله علیکولوف در دروازه دسته سورو کمپانیا قرار داشت و من فکر دارم در تمام رفت نیمه دوم از فیروز بکمرودوف از دروازه سورو کمپانیا مایا خواهد کرد که اینول این دسته با اوجو میگذارد. توسط کانور روست اوجو میدسته سورو کمپانیا پرتوف باخی و بیوید شنوسوی بایتو رو پس از این حجوم میدوم میدیم زربا جانبه دروازه علی جان عبی بولوی بود که زربا زد. خوب گفتم سه دروازه بون که تحت رقم های 299 و 1 بوزی دوران فیروز بیک مرودوف رقم 99 است که اینو در نیمه دوم به میدون ورد گردید. تحت رقم 5 فیزالی سردورف رقم 12 محمد شریف رقم 9 محمد علی نموزوف 17 سویب جون راوپوف رقم 18 علی جان حبیب الدویف. بیاید به این حجوم متوجه شویم. ما از همین بازگرانی رو با توب قرار داشت علی جان اما توب رو از زور را بودن. تیرو سنگوف رقم 11 رامون علی شریف رقم 13. این فوتزال بازم در نیمه اول بازدن گل خیلی مزید بود دست یک تست فوتزالی دور ضربه زد که در روزه بانی دسته ایسپار نتوانیست اون رو برطرف بسوزد. خوتمشو رحمانوف رقم 4 اکبر ارتوقوف رقم 10 سیوبوش قیوموف رقم 7 سیوبوش هم در نیمه اول توانیست گل بزند چونه که گفتم گل اولین رو در دیدار مازم این خود زالبوز و سمارا سونید اینیول سیپار با اوجو میخیش میگذارد ریزو پرمیرونی زربایو با پای چپ نتوانیست اون رو استفاده بینماید. بعدن نسیم شریپوف رقم 14 و شفقت علیموف رقم 15 سرمربی دسته سورو کمپانیا پایرا وحیدوف وزیر سندفتی با نفی دسته ایم سپار کامیوب زهیر پرتوکتو و خیب خدای بازی وینون گردیده است و بیاید اکنون
Бо гаяти дастаи сепарам шумуро ушну бисуза. Дар дарвоза рахамяк дар нима аввал дебютов шурат буд. Айнёла мазлими дарвоза бун. Қарор дорад. Айнёла дар джабаю хери хати дефой дастаи сепар. Хамчунин бозам як дарвоза буни. Дигар хам дора дастаи сепар. Кинам ушат фируз Юсуф Зуда. Стати рахами 16. Дилшот Саломов рахами 14. Дар нима аввал. این بازیگر افتگول زد و در روزه خود این کنی اتاس برای دستای سورو فایزالی ساردارو همچنین بهترین فوزال بازی دستای سورو کمپانیا ایسال بازی رو برابر چهار بر چهار میگردوند و البته که بازی گویو از نو شروع گردید چونکه اینی هول بازم هر دو دسته تلاش باریون خواهند کرد که موفق بگردند در اولی بوزیام بوزیگران دسته سورو کمپانی در نیمه اول بازدارانه گل دست یافته بودند اما بعدا سپار با سه گل خود جواب گفت اینیول بازم جوابی بوزیگران شهر خوجان را منتظریم بیاید ادامه بدهیم شنو سوی را بوهایک رقمی ده پرویز رحمتوف است دوازده امید کوزیف که این فوتزال بازم توانست در نیمه اول گل خیلی زیبا را به ثمر برساند صابر گلیاکوف رقم یازده کمیوب زوهیر رقمی 23 که در نیمه اول از وضعیت استانداردی دو گل رو به ثمر رسانید بعدا شماره 18 میرزا روف عمروف رقمی 8 اقبال بوسیدزاده بهترین اسیستنت در ماکسیمم سولای سری پرو 2018 که تو این دم توانسته به نام خود ده پرتوفتی گل و رو ثبت مینماید همچنین حساب بازی دوستان عزیز اکنون پنج بار چهار میگردد با نفی دسته سورو کمپانیا ببینید در آغاز نیمه دوم چگونه شاگردان پیرو وایدوف توانستند دو گل به جواب را به ثمر برساند مؤلف گل با فکر محمد شریف میگردد شماره دوازده دسته سورو کمپانیا و حساب بازی پنج بار چهار میگردد تلاش نباتی فوزال بوزونی دستای سپار زربان جنبی در روز عربون گردید به نتیجه فیزالی سردور از پای می افتاد خویده بوزی دقل و نبوزن برن خوبیلو وایرون گشت و البته من در مویدی اقبول بوزی زودا بوزن گفتنی بودم که از روی سیستم گل جمعی پاست این فوزال بوز همچنین در زین اول قرار دارد که 16 امتیاز دارد یعنی ده پرتوفتی گلووار تو به این دارد و همچنین توانست که شش پرتوفتی ده پرتوفتی گلووار و البته که شش گل رو به ثمر رسانیده است خوب با بازی متوجه می شویم بازم دیگر بورا فیزالی سردور با تو قرار دارد فیزالی یکی رو نفر دوم رو هم گذاشت اما نفر سوم که دل شد سلام فست توانست نولت رو برطرف بسازد و بازم اکنون دسته سپار باید بیشتر تلاش بنماید چون که حساب بازی به نفع این دسته نیست فیزالی سردورو قویده بازی رو ویرون کرد شدت بازی بلندتر میگردد ستادی دووارون ستورف سورو و بروز مرتزویف دوورانی بازی امروز هستند دلشاد سالوموف پرتوفتی و باف کنور از کنور سوبیر گولیاف و باتوف سوی میگردد سوبیر در اوتای دو نفر قرار میگیرد بسیارم رقابت شدیدی او و بلوخیر فیروز بیک مرودو باتوف سوی میگردد پرتوفتی و باف فیزالی رحمانوف فیزالی سردورف منظر دوستان عزیز و قدیه بوزی رو ویرون نموده است در اینجا کمیوب زوهر بر مقابل فیزالی سردورف در نیمه اول هم فیزالی سردورف رو خیلی هم زود از پای میفت کنید هم قدیه بوزی نوبت به نوبت بر مقابل ویرون گشته بود البته در نیمه اول شماره قدیه ویرون کنیوی دسته سورو کمپانیا بیشتر از پنج تو گردید و شما خوب میدونید که این با چیوه در رسانیده بود ماز از باز همین چیز باعث گشت که کمیوب زوهر دو گل رو بسته مرسوند بوزی دیگر برای یو میگردد بوزم سورو کمپانیا با توب قرار دارد فیزالی سردورو پرتوف تیو فرصتی نواتی توب رو بوزم با فیزالی میگردونند برمیگردونم دقیق ترش اما فیزالی سردورف این اول نتوانیست توب رو با هم دستگان دیگری خود برسوند
در مجموع در مجمع ورزشی کمیته اندوز باید اعتراف کرد که شماره مخلصان دسته سورو کمپانیا بیشتر است. این البته معلوم است چون که دسته سورو کمپانیا در پایتخت کشورمونیان در میزبانی بوزی دورد. فیزالی سردارو ضربه نوبتی او خیلی هم خطرناک خوفناک، اما این نوبت ضربه از برادرلوز از میدان بیرون می شود. امید کوزیه اگر در حیط دسته ای سورو کمپانیا فیزالی سردارو باشد پس در سپر امید کوزیه است. بسیار هم فوزال بوزی با مورد آسان و فرین، البته که هم با فضلی سردور و هم با امید کوزی و با همه اون فضل بزونه که امروز در عرصه رقابت هستن. در حقیقت هم بوزی بیشور هم جولی و طبی دلیم بسون رو با مرز تماشو میگذورم. پرتوف با خطی هم لا با توب سو میگردد فیروز سنگوف. این هم باشد شد سالو مفاس که توب رو را بایده از فیروز. امید کوزیف خیلی هم زیبا، امید خیلی هم بازی زیبا، اما اکنون در خطی دروازه دسته سورو کمپانیا فیروز بکمرود است که بازی رو خیلی خوب احساس می نماید. و این وقت ماز از تجربه غنی خود نو سابون که فیروز بسیار هم جوان است، اما تجربه بسیار هم غنی بازی رو در چنین ساعت دارد و در چنین بازی خیلی زیاد شرکت ورزیده است. با می خاطر بوزی و همچنین این هوات رو خیلی خوب احساس کرد و اون رو برطرف کرده توانست. ریزوپور میرونی تکیه با هنر و مهارت انفرادی خیش نکند. صورت افزایی و توسط کانوری راست، اما این هوات به نتیجه انجام میداد. ریزوپور میرونی امید کوزیف ضربه ای از فاصله دور. دوستان عزیز، همچنین در دویره دوری مسکویان دویره دوری ششم دسته ارتش با سمندر بوزی داشت، دسته سینو با دسته کارون بوزی داشت. دسته سمندر توانست با حسابی 8-7 بر ارتش غلبه به دست بیارد و اولین مرتبه در موسم سولا غلبه خود رو به دست آورد. دسته کارون باشد مرتبه سوم پیدا می شود که غلبه به دست می آورد. همچنین پس از بازی دسته سورو کمپانیا و سپر که ما شما البته رو تماشا داریم، بازم یک دیدار دیگر در نظر است. این هم باشد بازی دسته صدوبای و رفشان است که رفشان هم در دوره اخیر خیلی موفق می دوری می کند و نیول در زینه سوم قرار دارد. پس از دستوی سپر و سورو کمپانیا قوای سیوم در فوزال توجیک اینیول ماز دسته رفشان شهر کلوب است، اما بازیوی بین خودی نشان داد که دسته رفشان ساتاش نسبت به دسته سپر پس تر است، چون که چی در دویره سوپر جام تاجیکستان و چی در دویره اگر اشتباه نکنم یکی از دوره اولی سریخ رو 2018 دسته سپر بوی سوپر کلون بر رفشان شهر کلوب توانست که غلبه به دست بیاورد. امید کوزیف بر مقابلو دو غلونه خودی بوزی ویرون گشت. رامون علی شریپوف خودی بوزی رو ویرون کرد. اگر با بازی قبلی دستو نظر بندازیم باید اعتراف کرد که در دوری پنجم دسته سورو کمپانیا با حساب کلون بر ارتش غلبه به دست آورد با حساب 9-2 و دسته سپر باشد بازم با حساب کلون تر بر صدوبای غلبه کرد با حساب 14-5 زلباز فاصله دور در جای کمیاب ظاهر، اما این ضربه به خود زلبازان دسته سورو بر میخورد و این حالت رفت میگردد. بازم ببینید چگونه کمیاب ظاهر تلاش مینماید برای دوام دادن هجومی دسته سپر، اما بالاخره توپ به نفع دسته سپر از میدان بیرون گردید. فیروز پرتوفتی او امکانیت برای فیزالی سردارو، فیزالی البته در اینجا میخواست لکه را گذرد اما سرعت توپ بلندتر بود. ریزوپور میرونی از سپر به هجوم میگذارد. کمیوب زهیر پرتوفتی او بکنور پرتوفتی خیلی هم زیبا و امید کوزیف ضربه از کنج خیلی هم محدود
ضربه کنجی منافع دسته سپر در بازی بر مقابل رقیبانی نه اونقدر مشکل گذار دسته سپر از پرتوفتوی کنجی خیلی هم زیب رو استفاده میکرد. فیروز ضربه با خط حمله با جنبی فیزالی سردوروف پولو بوشد امید کوزدیف دلشد کومیوب زهیر پرتوفتو با رزاپور مهرانی رزاپور با کومیوب زار باز فوسیلای دور دوام دقیقه اخیر میبینیم که کومیوب زهیر خیلی هم ضربه زیاده رو جانب در و ضربه میکند که نوبت دوم شما مشاهده کرده سوده ایم که صدی روی ضربه بوزگران دسته سرو میشوند و از ضربه کومیوب زهیر تو با دروازه نمیرسند. در مجموع دوستان عزیز باید اعتراف کرد که بازی برابر جریان دارد، افضلیت یگانه از دست احساس نمیگردد. نوو سبون که در شروع بازی ما شما بیشتر افضلیت دسته سورو کمپانی را مشاهده کرده بوده، ماینل بازی برابر جریان دارد و خیلی هم زیبو است. رضاپور مهرانی پرتوفتی با کومیوب زهیر کمی نو دقیق بود این پرتوفت، بسیار هم ضربه قوی دارد باید اعتراف کرد. رضاپور مهرانی که در نیمه اول با پای چپ چند ضربه خیلی مستحکم رو جانبی دروازه رفون کرد که خیلی هم خوفناک و خطرناک هم بودن. فیزالی سردوروف فیزالی با کنج میدان میرود و تو به مراتبه اخیر نماز با فیزالی سردوروف برخورده از حدود میدان بیرون میشه. خیلی هم زیبو با خط حمله تلاش کرد سیووش خیوموف، اما پرتوف تو با او نرسید. تو از حدود میدان بیرون نشده است. دوباره اشاره دارند رضاپور مهرانی امید کوزیف بازم با خط دفاع برگشته است. رضاپور مهرانی امید کوزیف اومده است تو رو قبول بنماید، با خط حمله میرود در مرکز خط حمله اینو امید قرار دارد، اما ضربه ای رضاپور مهرانی را میبینیم چون که امید کوزیف در موقع آزاد قرار نگرفته بود. ضربه از فاصله دور در جای پرویز رحمتوف این نوبت هم ضربه به نتیجه انجام می‌یابد و رضاپور مهرانی عین اول از کنج میدان ضربه کنجی را اجرا می‌رساند. پرتوفت خیلی هم جولی بیو بازم یک ضربه کنجی دیگر است و نفی شاگردان بنیامین اقبالی این اول با طرز دیگر بازی گذاری کرده شد. رضاپور مهرانی با فیروز با صابر گلیاکوف پرتوب کرد، اما ضربه صابر از پالو دروازه از میدان بیرون شد. دلشد سلاماتوف میتوانست ضربه جانب دروازه روان کند، اما با این چیز نویل نگرد. اگر در دقیقه اول من دلشد سلاموف رو دلشد سنگ گفته باشم منظرت میپرسم البته از خودی دلشد و از مخلصون. رضاپور مهرانی اینیول توسط کنور با اوجه میگذارد، اما این اولاد به نتیجه انجام میوبد. ضربه اوزو فیزالی ضربه خیلی هم قوی و از فاصله دور پس از ضربه جریمه و میبینیم که فیزالی سردوروف از میدان گرفته میشود و به جای او فوتبال بازی دیگر محمود علی
نموزوف وارد در سیر خوبات گردید. دستای سورو تو آنوزان در اوجم قرار دارد پرتوتی نبتی و همه این بو ضربه کنجی خودم میابد. کنترامولای دستای سیپار پرویز رحمتوف بو توپ قرار دارد پرتوتی و باقیب سوبر گولیاکوف بزاپور مهرانی Дизопур Мерони хелям зебо ва бозам як зарбаи дигари у амо Фирус Бекмурудов дар мавқеи худ устувор буд ин ратро раф кар бозам набати дигари Дизопур Мерони аз канор ба турсо мегардад ва албатта ки бозам метавонад аз усулои хеш истифода кунад бозам метавонад албатта ки зарба ҷониби дарвоза равон кунад бисёр ам ташаббуси бозиро ба худ мегирад давоми дақиқаи охир Дизопур Мерони зарба ва خیلی ضربه نقلای برای دروازه بان از وسیله دور که سوبر گولیاکوف اون رو جانب دروازه روان کرد اما فیروز بکمودوف از هدایون دو سربلندی برآمد رضاپور مهرانی پرتوفتی و باقی به نتیجه انجام یابد فضلی سردارو بازم به میدان برگشته است پرتوفتی و خیلی هم زیبو و این اولاد بدون نتیجه خاتمه میابد چون که اکبر اورتوخوف نتوانست به توپ برسد اما چگونه که در فوتبال میگویند همیشه گناهگار اون است که پرتوف کرده بود اینا بعد فیضعلی سردارو پرتوف کرد و میتوان گفت که ماز با گناهی و این اولاد به نتیجه انجام یافت سوبر گولیاکوف در اوتای دو نفر قرار میگیرد پرتوف که بدل شد سالوموف سوبر بازم سوبر میتواند خود ضربه انجام دید ضربه او و دروازه بان بازم موقعی درست رویش خول میکند این اولاد رفت میگردد سوبر خیلی هم زیبا بر مقابلی فیضعلی سردارو با پنداش داور قویده بازی ویرو نگردید است بازی جرایان دارد بازم سوبر گولیاکوف با توب سوی میگردد بر مقابلی و فیضعلی سردارو رقوبت میبرد خیلی هم زیبا از او گذشت سوبر میتواند خود ضربه انجام بدهد اما این بعد خیلی هم زیاد با توپ قرار داشت میتوانست پرتوب کند اما با این چیز نویل نگردی ضربه از فاصله دور در اجرای محمد علی نموزوف اما بی بودوف شورت از این حالت با آسانی برآمده توانست و گل پرویز رحمت تو حساب بازی را برابر پنج بر پنج میگردوند و با دروازه یکی از گلکیپران گویم موفق ترین و بهترین در فوتزال کشور فیروز بکمرودوف گل میزند باید اعتراف کرد که فیروز بکمرودوف رو فریب هم داد چون که با تمامی از تیخش در اینجا پرویز نشان داد که توب رو با دیگر سمت روان میکند اما بعدا ویستک توب رو با گوشای پایانی دروازه با کنجی دوریون روان کرد که نولاد با گل انجام میفت و حساب دیدار پنج بر پنج گردید در قدم دوستان عزیز فوتزال بهترین را ما به شما تماشا داریم فیضعلی سردارو پرتوفتی و با خطی آنلاین کنیت برای دستای سورو کمپانیا ضربه و دلشو سلاموف این فرصت رو رفت میگرداند امید کوزیف با هجوم گذشت اما موفق نگردید تو توپ رو در خود بگیرد امکانیت برای سورو و بازم یک گل دیگر با ثمر رسانیده می شود حساب بازی با نفی البته که دسته سورو کمپانیا افسون میگردد شش بر پنج شش بر پنج گردید و بازم دستای سپار اکنون تلاش بیشتری خود کرد برای زدنی گل دیگری هنگامی که دستای سورو کمپانی با زدن گل دست نیابد خودی همون لازد دستای سپار با هجوم میگذارد هجوم جوابی خود رو سازمان میدهد با زدن گل هم دست نیابد و در ادامه موف شما بازم البته میتوانیم شاید گل های دیگری بگردیم و از جانب هر دو دسته چون که در نیمه اول من اشاره کرده بودم که در چنین بازی های
گویه مرکزی چون این بازی که رقیب اونی برابر وزن با هم دیدار انجام میدن دو دسته بهترین کشور البته که حالتوی خیلی هم گویه مایده خود میکره اپیزودو تقدیر بازی رو میتوانند که حال بیدن ویم یک اشتباه میتواند تقدیر ساز باشد در چون این دیدار ها فیزالی سردار وین البوتوف قرار دارد پر توفتیو با سمتی حرکت سیووش قیوم فاموس سیووش حرکت خشوی دو منه داد و دسته سپر با اوجه میگذارد این کنیت هست پرویز راماتوف تلوش دارد باری با توب سوگ گردیدن و تو بلو خیر هزو دودی میدون بیرون شد البته در نیمه اول هم دوستان عزیز گفتم که دسته سپر شهر خوجند در لیگ چمپیون های اوسیو تاجیکستان رو نمایندگی خواهد کرد و لکای مراسم قرعه کشی هم برگزار گشت و رقیبان سپر در چمپیونات اوسیو 2018 معلوم شدند برنده مدال های نخره تاجیکستان که البته دسته سپر است در لیگ قهرمانو بازی خواهد کرد این مسابقه از 12 آگوست در کشور از 1 تا 12 آگوست در کشور اندونزیا دایر می‌گردد و رقیبان دسته سپر از کشورهای ازبکستان، ایران و لبنان هستند. دسته سپر در گروه دی قرار گرفت و با دسته میسونگون از ایران، بانک بیروت از لبنان، اگمک از ازبکستان در مرحله گروهی رقابت خواهد کرد برای راه یافتن به مرحله میمبادا. اما در این بازی باید مسئله رو بقید در چمپیونات دو خیلی حال بنماید چون که اینول بر مقابل یکی از دستوی پرزورترین کشور یکی از مدعیان اساسی برای قهرمانی در موسم سولا در روی روی دسته سورو کمپانیا قرار دارد. خوده بازی وای رو میگردد و بروز مرتضایف صدوش کیخش رو بلند کرد بر مقابل سیووش قیوموف خوده بازی وای رو داشته است. فیزالی سردارف چون هر وقت در نزد توپ قرار دارد میتواند ضربه انجام دهد. فیزالی پرتوفت خیلی هم زیبا امکانیت از بازیگزار بسیار هم جالب استفاده کردند فوتبالبازان دسته سورو اما این حالت به یگان چیز ناورد ضربه امید کوزیف به نتیجه انجام مییابد. اقبال واسطزودا به میدان وارد گشته است بسیار هم فوتبالبازی با مهارت پرتوفت نوبتی به امید کوزیف به نتیجه انجام مییابد و سلوی خیش رو ملکه به میدان وارد کرد اقبول وسید زوده در ختم بسیارم فوزال بازی بومه و رد کرست نوم سبون که از جهتی فیزیکی و جسمونی نون قبر تن و بوزوی با قبل پرزور هم داشته باشد اما از جهتی تکنیکی بسیارم سایقل یفته است و خودی دا پرتوکتی گلوواری از این چیز دلالت میکند در اینجا باشد تایم آوت است. البته گفتیم که در دوره قبلی توانست دسته سورو کمپانیا با حساب 9 بر 2 بر ارتش غلبه بنماید دسته سپر با حساب 14 بر 5 در دربی ولایت سوخت بر دسته صدوبه استرافشان غلبه نمود. در دوره میبادن در دوره هفتم که روزی 24 همین ماه برگزاری آن در نظر است دسته سورو کمپانیا با دسته رفشان در سفر دیدار انجام میدهد. بازی مرکزی دوره هفتم از همین دیدور است. دسته رفشان شاید بازی خود را در شهر کلوب یا خود چون پیشتر در نویه دنگاره دویر بنماید. البته فوتزال بازونی دسته رفشان بسیار از اون
даво кардан ки дар шари клуб барои ну имконият нест, то дар маҷмаи варзишии бузӣ бинамоянд ва минхотир онҳо водоранд то ба лангара бираванд ва бузӯи хешро дар онҷо доир бинамоянд. Дар маҷму дастаи рафшанам яке аз дастҳои қавии мавсуми сола шумурда мешавад. Кайниол дар зинаи сафом қарор дорад ва бозигари ин даста ҳатто беҳтарин нишонзанам ҳаст то ба ҳамин давр. Инам бошад Қурбон Раимов аст ки дар ҳисоби худ 10 гол дорад. Аммо дар дидори муза он хузалбузоне ки ӯро пайгирӣ мекунанд ба задани гол ҳам даст ёфта буданд. Албатта дар мавриди нишонзанҳо бозам дар барномаҳои махсус ҳам ҳарф хоҳем зад. Аниол бошад бозам ба худи бозӣ мутаваҷҷеҳи бештар мешавем ки худи бозӣ вайрон гаштааст. Мебинем ки дар замин Собир Гуляков муфта буд, худи бозӣ ба муқобили вайрон кард дида буд. Собир тубро аз даст медиҳад. Собир Гуляков фурсат барои соро кампания зарба. Хеле ҳам зарбаи қавӣ дар ҷои Муҳаммад Шарипов аз дастаи соро кампания. Аммо дарвозабон Шӯҳрат тавонист ин ҳолатро ба тараф бинамояд. Зарбаи кунҷӣ ба нафи дастаи соро кампания. Ба кунҷи майдон мештобад Раҳмон Али Шарипов. Партофти хеле ҳам ҷолиб бу, аммо ин ҳолатро пайхас кард Шӯҳрат Бибуров ва онро раф кард. Собир Гуляков партофтио ва Дилшод Саломов. Дилшод Саломов бо Ризопур Мерони бисёрам бубинед чӣ гуна қувваи зиёд дорад Ризопур Мерони, ки аз дақиқаи аввали нимаи аввал то ба дақиқаи охири нимаи дуввум дар майдон аст ва аз хаста будани ӯ сару садое ҳам нест. Гӯё ки навакак ба майдон ворид гаштааст ва бозам талош худро бештар мегардонад. Маз ҳамин бозигар Айниол бо туб қарор дорад. Ризопур Мерони бо пои чапи худ нолат раф шуд. Чаҳор дақиқаи дигар боқӣ мемонад то хотимаи бозӣ. Ҳисоби бозӣ 6-5 аст ба нафи дастаи соро кампания. Фурсат камтар мегардад барои Сипар. Зарбаи Файзали Сардоров хеле ҳам хатар эҷод мекунад дар дидори муза. Файзали Сардоров ва дарвозаи бозигарони шаҳри Худжанд навбат ба навбат зарба мезанад. Агар дар ҳайати дастаи Сипар Ризопур Мерони он хузалбозе бошад ки хастагиро намедонад, пас дар соро кампания бешаку шуба ин Файзали Сардоров аст ки мо шумо мушоҳида карда будем. Албатта ӯ аз майдон баромада буд ба муддати чанде, ба қавле истироҳат кари худ дам гирифт, баъдан бозам ба майдон ворид гашта буд. Аммо ба фарқ аз дигар бозигарон хеле ҳам фаъол аст ва бисёр ҳам бозигузори ӯ ҷолибро нишон медиҳад. Аммо Айниол бо туб Ризопур Мерони қарор дорад. Партофти ӯ ба ақиб Парвиз. Парвиз ба Канор. Собир аз Канор бо туб Сойиб аст ва бар муқобили ӯ бисёр ҳам муқобилияти арзанда нишон медиҳад Насим Шарипов ва ин ҳолатро раф кард. Ризопур Мерони, Собир Гуляков партофтио ба Парвиз. Парвиз аз Канор. Партофти Парвиз ба Ризопур Мерони. Ризопур Мерони ишора дорад ки бояд дар кадом мавқеъ дигар бозигарон қарор бигиранд. Комёб Зоир пас аз он ки чанде дар майдон набуд, бозам дигар бора ба майдон баргашт. Айниол бо ҳайати мукаммалтарини худ дастаи Сипар дар майдон ҳунарнамоӣ дорад. Албатта метавон гуфт ки бар истисноӣ Иқболи Воситзода, ки ӯро дар майдон намебинем. Ҳамчунин Умед Кузиф ҳам дар майдон нест. Умед Кузиф ба майдон ворид гардид ба ҷои Парвиз Раҳматов ва дар ду дақиқаи боқӣ монда, ки зиёда аз ду дақиқаи дигар боқӣ мондааст, дуввум ним дақиқа дастаи Сипар хеле ҳам зиёд талош хоҳад кард барои баробар намудани ҳисоби дидор. Албатта агар ҳисоби бозӣ баробар бигардад, маълум аст ки дастаи Сипар дар зинаи аввал боқӣ хоҳад монд, дастаи соро кампания дар зинаи дуввум. Аммо агар дастаи соро кампания ғалаба бинамояд, пас ба зинаи аввал маз ҳамин даста хоҳад баромад. Яъне хеле ҳам сода аст. Агар мусобӣ бигардад, Сипар дар зинаи аввал боқӣ мемонад. Агар соро кампания ғалаба бинамояд, пас
این دسته در زینه اول قرار میگیرد و معلوم است که اگر سپر غلبه کند پس سپر در زینه خود در صدر جدول باقی خواهد ماند. ضربه ریزوپور مهرونی بازم از همون اصول خش کور میگیرد ریزوپور زد و میزنه جنب دروازه اما به نتیجه است. فضلی سردارف تلاشی و امکانیت ضربه و گل گل با سمر میرسونند فوتزال بازونی دسته ای سورو کمپانیا و حسابی دیدورو بازم با نفی دسته خود افزون کردن. از اصولی میسی کور میگیرد نسیم شریپوف اما میسی با جانبی طرف دارانی دسته ریال مدرید پیران خیشون نشان داد اما نسیم شریف با جانبی طرف دارانی خودی پیران خود را نشان داد. باز اونه نباشد نسیم شریف با زدن گل دست یافت و ایسو بوزی رو توانیست که 7-5 بگرداند. 7-5 است و در ادامه بازم مشکل تر میگردد برای دسته سپر باری موفق گردیدن. کمتر از 2 دقیقه دیگر باقی میموند اگر دقیق تر گویم 1 دقیقه و 56 ثانیه باقی موند. است شما خوب میدونید که در فوتزال یکون وقتی لوگی نیست بمانندی بسکتبول وقتی با قبل توزه دارد و اون 20 دقیقه که است همون 20 دقیقه در میدان فوتزال بازان رو نمایی میکنند. اگر تو باز میدان بیرون گردد پس دقیقه او دقیقه شمرده نمی شود و پس از با میدان ورگردیدن این توپ یا خود با بوزی ورگردیدن این توپ بوزم بوزی از نو ایو می گردد و دقیقه بوزم شمرده می شود. انیول پس از تایم اوت بوزم دیگر بورد دست توپ و بوزی برگشتن. ریزوپور مهرونی کامیاب زهیر ریزوپور امید کوزیف ریزوپور مهرونی پرتوفت خیلی هم جولیب حتی دل شد سلام و فهم در خط حمله قرار میگیرد. ببینید بدون دروازه بون اینیول بازی دارد دسته سپر. تمامی فوتزال بازون در میدان هستند در موقع دروازه بون البته که دل شد سالوموف اینیول در نقش دروازه بون است چونکه پیروانیو از دیگر فوتزال بازون فرق دارد در فوتزال چنان است که دروازه بون میتواند موقع خیش رو بود دل خو بازیگر میدان ایواز بینماید. در مجموع گیرم اینیول دسته ای سپر البته که به 2 دروازه بان اساسی خود بازی دارد ببودوف شهرت و فیروز استرزاده که در رعایت بازیگران ذخیروی قرار دارند. حساب بازی تا 19-7-5 است و تنها 1 دقیقه دیگر باقی میماند تا ختمه بازی و تا غلبه ششمی دسته سورو کمپانیا در موسم این سال. امید کوزیف کامیاب زهیر دقیقه های اختیر لبتا که تقدیر ساز خواهند بود و دسته سورو کمپانیا با پورگی در خطی دفاع خود قرار دارد. فیروز بیک مرودوف سراسیمگی نمی کند دل شد سلاموف با دروازه بر می گردد امکانیت است باید ضربه جانب دروازه رو بگردد خویل بازی بیرون نگردیده است دسته سپر با اوجومی خش می گذارد ضربه از فاصله دور در جای سوپیر گولیاکوف اما این ضربه به نتیجه انجام می یابد. ضربه ایم فیروز بیک مرودوف بنیمه میدان حریف 30 ثانیه دیگر باقی میماند تنها 30 ثانیه دیگر باقی میماند تا ختمه وقتی این دیدار تا ختمه دیداری مرکزی دور ششمی لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان. دوستان عزیز ما و شما شاهد یک بازی خیلی هم جالب و دیدنی گردیدم در حقیقت هم دست و فوتزال بهتنی رو به مرز تماشای مو و شما گذاشتن مو و شما هستن و آفرین ها به هر دوی تیم ها میخونیم به همه بازیگرانی که امروز در این بازی شرکت داشتن به واسطه خود و به واسطه به اون تاثیر رسانیدن. البته هستن و آفرین میگویم که مو و شما شاهد یک بازی بهترین در دیداریم امروز گشتیم. تو هنوز هم 3 ثانیه دیگر باقی میموند 2 ثانیه 1 ثانیه و تمام
تمام دوستان عزیز دسته سورو کمپانیا با حساب 7 بر 5 بر دسته سپر در بازی مرکزی دور ششم لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان غلبه میکند و دسته سورو کمپانیا با صدر جدولی سری پرو 2018 میبراید عین حال جای دسته سپرو در جدول مسابقات ماز دسته سورو کمپانیا میگیرد حسن آفرین میخوانه با دسته سورو کمپانیا و با تمام اون بزرگانی که امروز در میدان بودند با شما فوتزال رو گلروز خودمون از آزاد تماشا کرد تا گزارش های مینبا دا خیر